سلام، خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صنایع موشکی و نظامی موافقت کرده است. آقای صالحی این مطلب را روز پنجشنبه 28 آذر در حاشیه دیدار با مراجع تقلید قم در جمع خبرنگاران اعلام کرده است. وی گفته جمهوری اسلامی اجازه بازدید از صنایع نظامی و موشکی خود را در قالب تفاهم نامه‌ای با آژانس و به منظور شفاف سازی امضا کرده است. صالحی افسوده آژانس و غربی ها در این تفاهم نامه 6 خواسته از جمهوری اسلامی ایران دارند که در حال حاضر این خواسته ها از سوی طرف ایرانی در حال بررسی است. جمهوری اسلامی پیشتر بازدید از صنایع نظامی و موشکیش را خط قرمز خود دانسته و اعلام کرده بود به هیچ وجه اجازه چنین بازدیدی را به بازرسان آژانس نخواهد داد. رزمایش دو روزه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در جنوب ایران و بر فراز آبهای خلیج فارس از امروز جمعه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مانور که رزمایش هوایی فداییان ولایت نام دارد، با حضور انواع هواپیماهای شکاری، شناسایی بمب‌افکن و ترابری نیمه سنگین و سبک برگزار خواهد شد. علیرضا برخور، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، هدف از برگزاری این رزمایش را تمرین عملیات نظامی و نمایش توان رزمی نیروهای مسلح عنوان کرده است. گفته شده است که این مانور دو روز تا فردا ادامه خواهد داشت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه اسلام دین مقاتله و خون دادن است گفته هیئت های مذهبی نمی توانند سکولار باشند. آقای خامنه ای در جمع اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسلام درباره هیئت های مذهبی و عزاداری گفته است هر کس علاقمند به امام حسین است، یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است. رهبر جمهوری اسلامی در توضیح مقاتله نیز گفته است مقاتله یعنی جنگ نظامی، مجاهدت مجموعه ای از انواع مبارزه هاست. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های خود معمولا چندین بار واژه دشمن را به کار می برد و نسبت به اقدامات آن به مسئولان کشور و مردم هشدار می دهد. سخنان آیت الله خامنه ای در شرایطی است که شماری از مداحان نزدیک به حاکمیت در برنامه روزخانی به انتقاد از چهره های سیاسی همچون اسفندیار رحیم مشرایی و اکبر هاشمی رفسنجانی پرداختند و با عناوین توهین‌آمیز از آنها یاد کردند. برخی فعالان سیاسی در ایران میگویند مداحان در برنامه‌های خود باید تنها به مداحی بپردازند و از موضع‌گیری‌های سیاسی خودداری کنند. به نظر می‌رسد آقای خامنه‌ای با این موضع صراحتاً مخالفت خود را اعلام کرده است. دور جدید مذاکرات کارشناسان ایران با 6 قدرت جهانی درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه است. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است در مذاکرات هفته گذشته در وین کارهای زیادی انجام شده است، بنابراین ما می توانیم به سرعت پیش برویم. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از احتمال ادامه این مذاکرات تا اوایل هفته آینده خبر داده است. در تحول دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است در مذاکرات هسته‌ای برای توافق نهایی میان ایران و غرب درخواست تعطیلی تأسیسات هسته‌ای و یا کنترل فراتر از پروتکل الحاقی خط قرمز ایران محسوب می شود. عباس عراقچی نیز گفته است غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران یکی از این خطوط قرمز است. همچنین ایران اورانیوم موجود در کشور را به خارج منتقل نخواهد کرد. محمد رضا بوهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرده است طرح افزایش غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% روی میز مجلس است. آقای بوهنر درباره جزئیات این طرح توضیح بیشتری نداده، اما به نظر می‌رسد این ادعای بوهنر در واکنش به اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مطرح شده باشد. مقام های جمهوری اسلامی از تداوم وضع تحریم ها علیه ایران خشمگین هستند و میگویند آمریکا و غرب با وضع تحریم های جدید به تعهد ژنو پایبند نبوده است.
جمهوری اسلامی به امید لغو بخشی از تحریم‌های بین‌المللی ماه گذشته پس از 10 سال سندی در ژنو امضا کرد که بر اساس آن غنی‌سازی اورانیوم از 20% به کمتر از 5% کاهش می‌یابد. تأثیر تحریم‌ها، افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از آنها، مهمترین عامل امضای چنین سندی از سوی ایران اعلام شده است. این در حالی است که با هنر می‌گوید این کمال بی‌انصافی است که بیش از 30% گرانی‌ها را به گردن تحریم‌ها بیندازیم، بلکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از بی‌تدبیری است. اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران می‌گوید وزیر امور خارجه ایالات متحده وعده داده است که تحریم‌های جدید علیه ایران را جبران کند. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که این وعده بیانگر عزم قدرت‌های غربی برای گفتگوی دوستانه با ایران است. اشاره آقای هاشمی برای جبران تحریم‌های جدید به چندین شرکت و فرد است که روزهای 20 و 21 آذر از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌های ایران قرار گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خرسندی از روند تحولات کشور گفت آمریکا به خاطر تحریم‌های جدید وعده جبران داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هاشمی رفسنجانی که به کرمان سفر کرده است، فضای مذاکرات هسته‌ای را به خاطر رویکرد مردم در انتخابات دانست و گفت تغییر رویکرد غرب و آمریکا نسبت به ایران به خاطر هوشیاری مردم است. هاشمی که خود در مبارزه‌های انتخاباتی از حسن روحانی حمایت کرده بود گفت شما مردم به گونه‌ای در انتخابات حاضر شدید و دولتی را آوردید که دنیا را مجبور و متقاعد کرد باید با ایران در فضای برابر مذاکره کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگر از سخنان خود گفت دشمنانی که قبل از انتخابات صحبت از جنگ می‌کردند اکنون دم از مذاکره می‌زنند. هاشمی رفسنجانی که در سالهای اخیر بارها نسبت به خطر جنگ و انزوای ایران هشدار داده بود با بیان اینکه در هر جنگی پیروز و شکست خورده وجود دارد گفت اما اگر روابط در فضای گفتگو شکل بگیرد میتواند به شرایط برد برد برسد که الان در مذاکرات ایران و غرب و آمریکا در جریان است. وی بار دیگر حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد این امر باعث شد گروه افراطی داخل کشور به خواستهای خود نرسد. هاشمی به تازگی گفته بود گروه‌های افراطی داخل ایران و آمریکا تنها راه حل را در جنگ می‌بینند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت آمریکا وعده داده که تحریم‌های اخیر را جبران کند. گفته‌ای که هیچ یک از مقام‌های دیگر ایرانی یا آمریکایی آن را بیان نکردند. هاشمی گفت وقتی وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران می‌گوید ما خلف وعده خود را جبران می‌کنیم و مذاکرات باید ادامه یابد، یعنی عزم قدرت‌های غربی برای گفتگوهای دوستانه با ایران جدی است. اشاره هاشمی رفسنجانی به چندین شرکت و فرد است که روزهای 20 و 21 آذر از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌های ایران قرار گرفت. افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست تحریم‌ها گرچه بر پایه قوانین و مقررات پیشین تحریمی علیه ایران بوده اما ایران با آن واکنش نشان داد و آن را خلاف روح توافق ژنو دانست. وزارت خارجه روسیه هم پس از این تحریم‌ها از آمریکا خواست که رویکردی مسئولانه در قبال ژنو از خود نشان دهند. پس از اعمال این تحریم‌ها بود که وزیر خارجه ایران اعلام کرد با جان کری همتای آمریکایی خود تماس گرفته و مراتب نارضایتی تهران را به اطلاع واشنگتن رسانده است. دولت آمریکا در عین حال که این شرکت‌ها و افراد را به فهرست تحریم‌ها افزوده، از کنگره بارها خواسته است که طرح جدیدی برای افزایش تحریم‌های ایران به تصویب نرساند. چرا که به گفته دولت آمریکا تحریم‌های تازه ناقض توافق ژنو است و فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در عین حال می‌تواند نظام تحریم‌ها علیه ایران را خدشه‌دار کند. ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه که پسرش روز سه‌شنبه به اتهام دریافت رشوه از یک تاجر ایرانی بازداشت شده بود، خود نیز متهم به دریافت رشوه از این تاجر شد. پلیس استانبول طی عملیاتی جنجال برانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، سه‌شنبه 26 آذر ماه 52 تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. عملیاتی که با واکنش منفی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مواجه شد و تاکنون 29 مامور بلندپایه اداره پلیس ترکیه از جمله رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شدند.
اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش در جریان آنچه که مطبوعات ترکیه بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور عنوان می‌کنند بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگاه داشته، به شدت خشمگین است. بازداشت‌ها به اتهام نقل و انتقالات غیرقانونی به ارزش 87 میلیارد یورو و قاچاق طلا برای دور زدن تحریم‌های ایران توسط رضا زارب، تاجر ایرانی تبار شهروند ترکیه بوده که در این راستا ده‌ها میلیون دلار به مقامات و تجار ترک رشوه داده است. در سه بمب‌گذاری انتحاری در عراق دست کم 36 تن کشته و صدها نفر هم مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات در بغداد و دو منطقه دیگر در جنوب این شهر رخ داده و هدف آنها شیعیانی است که برای شرکت در مراسم اربعین عازم کربلا بودند. امسال خشونت‌های فرقه‌ای در عراق شدت گرفته است و سازمان ملل می‌گوید تنها در ماه نوامبر 659 نفر قربانی این خشونت‌ها شدند. از ژانویه سال گذشته تا کنون 7150 غیرنظامی و 950 نفر از ماموران امنیتی و نظامی در خشونت‌های عراق کشته شدند. در سال‌های گذشته مراسم مذهبی شیعیان از جمله اهداف حملات بودند و بیم وقوع حملات اینچنینی در اربعین امسال نیز می‌رود. نخستین نشست گفتگوی ملی مصر با نظارت ریاست جمهوری و با مشارکت نمایندگان جوانان انقلابی و گروه‌های مختلف ملی در کاخ الاتحادیه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نشست به ریاست عدلی منصور رئیس جمهوری مصر برای بررسی دیدگاه گروه‌های مختلف در خصوص نقشه راه و نظام انتخاباتی در حال برگزاری است. پیش از این منابع مصری اعلام کردند که در نشست گفتگوی ملی موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و اینکه کدام یک زودتر از دیگری برگزار شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در رویدادی دیگر مرتبط با این کشور، شب گذشته وزارت کشور مصر از وقوع انفجار انتحاری در قاهره خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه در منطقه المرج و پس از آن رخ داد که یک عامل انتحاری در زمان بازداشت کمربند انفجاری خود را منفجر کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است. مرکز بین‌المللی بررسی افرادگرایی در لندن در گزارشی اعلام کرده است شمار جنگجویان که تا دسامبر 2013 برای جنگ علیه مخالفان یا رژیم بشار اسد وارد سوریه شدند به 11000 نفر رسیده است. به گزارش این مرکز بین‌المللی بررسی افرادگرایی، این تعداد از جنگجویان از 70 کشور خارجی وارد سوریه شدند. بر اساس این گزارش، افراد مسلح از کشورهای عربی و اروپایی حدود 80% جنگجویان خارجی در سوریه را تشکیل می‌دهند. همچنین جنگجویان از جنوب شرق آسیا، آمریکای شمالی، آفریقا، کشورهای بالکان و جمهوری‌های تشکیل دهنده شوروی سابق در سوریه حضور دارند. از جمله دلایل چند برابر شدن جنگجویان خارجی در سوریه، فرقه ای شدن جنگ در این کشور و نیز حضور حزب الله لبنان و شبه نظامیان گردان ابوالفضل العباس عراق اعلام شده است. منابع آگاه در سودان جنوبی از کشته و زخمی شدن چندین نفر در حمله افراد مسلح به پایگاه سازمان ملل در ایالات جنگلی در شرق این کشور خبر دادند. در همین راستا و در پی کودتای نافرجام روز یکشنبه 15 دسامبر در سودان جنوبی، شورشیان مسلح این کشور بور یکی از شهرهای اصلی را تصرف کردند. شهر بور مرکز ایالات جنگلی است که یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق در سودان جنوبی است. پرستیوی نیمه شب گذشته به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که در حمله افراد مسلح به پایگاه سازمان ملل در ایالت جنگلی در شرق سودان جنوبی چندین نفر کشته شدند. به گفته این منابع، این پایگاه سازمان ملل محل اقامت غیر نظامیانی است که از خشونت‌های شبه نظامیان در این منطقه با آنجا پناه بردند. در همین حال و در پی کودتای نافرجام روز یکشنبه 15 دسامبر در سودان جنوبی، شورشیان مسلح این کشور بور یکی از شهرهای اصلی را تصرف کردند. فیلیپ آگوئر، سخنگوی ارتش سودان جنوبی، گفته است که نیروهای وفادار به ریک ماکار، معاون سابق رئیس جمهوری، کنترل شهر را بر دست گرفتند. سالوا کیر، رئیس جمهوری سودان جنوبی، ریک ماکار را به اقدام به کودتا متهم کرده است.
اما آقای ماکار این اتهام را رد کرده و به بی بی سی گفته است که اکنون فراری است، زیرا سالوا کیر قصد دارد برای او پاپوش بدوزد. درگیری ها در جوبا پایتخت شروع شد و طی این چند روز حدود 500 کشته بر جای گذاشت و نگرانی ها بابت بروز جنگ داخلی را افزایش داده است. سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به بحران کنونی خواستار گفتگوی سیاسی شده است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل گفته است که حدود 20 هزار نفر در مجتمع‌های متعلق به سازمان ملل متحد در جوبا پناه گرفتند. از زمان رسمیت یافتن استقلال سودان جنوبی در سال 2011 چندین گروه مسلح علیه دولت آغاز به فعالیت کردند، اما هنوز مشخص نیست که کدام گروه تصرف شهر را بر دست داشته است. روز چهارشنبه نیکولاس نیال ماجاک شهردار بورگوف که در درگیری‌های خشونت‌آمیز از مرز جوبا گذشته و به شعاع 200 کیلومتری این شهر رسیده است. جمعی از تشکلات کارگری استان یزد به نمایندگی از جامعه کارگری استان با امضای توموری از رئیس مجلس نهم خواستند ضمن همکاری با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی زمینه مجازات متخلفان را فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تومور به امضای حدود 70 نفر از اعضای تشکلات کارگری استان همانند نمایندگان کارگری و شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان یزد رسیده است. امضا کنندگان این تومار از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستند با ادامه و استمرار همکاری با اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس، متخلفان سازمان تامین اجتماعی را با معرفی به دستگاه قضایی کشور به سزای اعمال خود برسانند. یکی از نمایندگان مردم بروجر در مجلس ایران گفت نحوه واگذاری کارخانه نساجی این شهر در سال 89 در حاله ای از ابهام قرار دارد و این واحد تولیدی به بهای اندک فروخته شده است. بهرام بیرانوند در گفتگو با خبرنگاران افزود کارخانه‌ای که تا سال 88 سوداوری داشت سال 89 به دلیل نامشخص به فروش رسید. به اضافه کرده است در بین سالهای 88 و 89 حدود 400 نیروی کارخانه نساجی بروجرد اخراج و اعلام شد که کارخانه با مشکل مواجه است. خبرگزاری مهر نوشته متوسط قیمت خرده فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به 22 آذر ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش 22.5% داشته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اواخر آبان ماه از افزایش قیمت قند و شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، برنج تولید داخل، اکثر اقلام لبنی، اکثر انواع حبوبات، برخی از اقلام میوه ها، گوجه فرنگی و سیب زمینی خبر داده بود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها در فاز اول موجب کاهش قیمت حامل های انرژی نسبت به منطقه خلیج فارس و افزایش قاچاق آن شده است گفت مجلس به دولت تا پایان سال 94 برای تکمیل طرح هدفمندی یارانه ها مهلت داده است. روح الله بیگی در گفتگو با ایلنا با اشاره به فرایند هدفمندی یارانه ها در طی 3 سال گذشته گفت دولت دهم در اجرای فرایند هدفمندی یارانه ها با کج سلیقگی عملا موجب افزایش راند در حوزه انرژی و قاچاق آن شد و دامنه آن همچنان ادامه دارد. به گفته بیگی نتیجه این عوامل موجب کاهش قیمت های حامل های انرژی و کالاها نسبت به منطقه خلیج فارس باعث قاچاق آنها شده است و بیان کرد در لایحه بودجه 1393 بودجه هدفمندی یارانه ها از 50 هزار میلیارد تومان به حدود 38 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و دلیل آن هم عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت دهم و همچنین عدم تحقق بودجه هدفمندی بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نشست خبری از عفو عمومی گسترده در این کشور سخن گفت و اعلام کرد که این عفو عمومی شامل برخی از گروه‌های مدافع محیط زیست نیز می‌شود. به گزارش رویترز در این نشست همچنین معلوم شد که میخائیل خودورکوفسکی میلیاردر روسیه و از مخالفان پوتین نیز در چارچوب این عفو عمومی آزاد می‌شود و از سال 2003 در زندان به سر می‌برد. عفو عمومی در روسیه به مناسبت 20 سالگرد تصویب قانون اساسی در این کشور به اجرا گذاشته می شود. عفو عمومی لایحه پیشنهادی ولادیمیر پوتین است که مجلس دومای روسیه آن را در روز 26 آذر تصویب کرد.
نتایج رسمی انتخابات پارلمانی ترکمنستان نشان می‌دهد حزب حاکم اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتخابات روز یکشنبه در ترکمنستان در حالی برگزار شد که هیچ گروه اپوزیسیون قدرتمندی در مقابل قدرت مطلق قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری این کشور وجود نداشت. این انتخابات نخستین انتخابات چند حزبی در تاریخ ترکمنستان بود. بر اساس نتایج رسمی انتخابات پارلمانی ترکمنستان، حزب دموکراتیک 47 کرسی از مجموع 125 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده و حزب صنعتگران نیز 14 کرسی به دست آورده است. بر اساس اعلام تلویزیون و رسانه‌های ترکمنستان، میزان حضور مردم در این انتخابات چشمگیر و بیش از 91% بوده است. بر اساس این نتایج، دیگر کرسی‌های پارلمان نصیب نمایندگان اتحادیه‌های تجاری، گروه‌های زنان، سازمان‌های امور جوانان و گروه‌های مذهبی که همگی آنها حامی دولت ترکمنستان هستند شده است. منابع خبری ژاپن از ناپدید شدن یکی از مقام‌های بلندپایه کره شمالی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناپدید شدن این مقام پیونگیانگ تنها چند روز بعد از اعدام شوهر عمه رهبر کره شمالی گمانه‌زنی‌های زیادی را درباره سرنوشت وی به دنبال داشته است. این مقام ارشد که ریاست کمیته اقتصادی کره شمالی را نیز بر عهده داشت، از چند وقت قبل در انظار عمومی دیده نشد. نام این مقام کره شمالی ماه مارس در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. در رویداد دیگر، مقامات کره شمالی و جنوبی روز پنجشنبه نخستین نشست خود را از زمان اعدام مرد دوم کره شمالی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات کره شمالی و جنوبی در این دیدار مذاکرات مربوط به مجموعه صنعتی مشترک میان دو طرف را از سر گرفتند. معترضان تایلندی بار دیگر در خیابان‌های بانکوک تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این معترضان با برگزاری تظاهراتی بار دیگر برخواسته خود مبنی بر لزوم استعفای یین لانگ شیناواترا نخست وزیر تایلند تاکید کردند. در حالی است که شیناواترا تاکید کرده است که از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند و تا زمان روی کار آمدن نخست وزیر جدید در این سمت باقی خواهد ماند. بر اساس این گزارش، شمار معترضانی که در تظاهرات حاضر شده بودند نسبت به تجمع‌های قبلی کاهش چشمگیری داشت. با این وجود، رهبر مخالفان تایلند به دنبال سازماندهی تظاهراتی گسترده در روز یکشنبه هفته آتی است. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید نمیتوان به چشم‌پوشی قطعی جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح اتمی مطمئن بود. همزمان بر اساس یک نظرسنجی تازه که توسط شبکه آمریکایی فاکس نیوز در این کشور انجام شده است، اکثریت بزرگ از رای دهندگان آمریکایی بر این عقیدند که در مسئله تسلیحات اتمی به جمهوری اسلامی نمیتوان اعتماد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی با نشریه وال استریت ژورنال افزود اطمینانی وجود ندارد که ایران واقعا آماده باشد برای همیشه از فناوری‌هایی که ساخت بمب اتمی را ممکن می‌کند چشم بپوشد. فابیوس خاطر نشان کرد مسئله کنونی این است که توافقنامه موقت که در پایان ماه نوامبر در ژنو به امضا رسید به گونه صادقانه به اجرا درآید. بر اساس موافقتنامه ژنو که برای یک دوره 6 ماه تنظیم شده، ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را محدود می‌کند و کشورهای 5 به علاوه 1 در مقابل متحد شدند که تحریم جدیدی علیه این کشور اعمال نکنند. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید نگرانی اصلی گام بعدی است، زیرا این احتمال وجود دارد که ایران به جای کنار گذاشتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود، تنها فعالیت در این زمینه را به حالت تعلیق درآورد. فابیوس گفت در گام بعدی باید اطمینان یافت که تهران هر گونه امکانات فنی با قابلیت استفاده در ساخت بمب اتمی را به شکل برگشت ناپذیری کنار گذاشته است. او می‌افزاید فرمول بندی نهایی برای این بخش باید شفاف و صریح باشد. در توافقنامه ژنو ایران متعهد شده غنی‌سازی بیش از 5% را متوقف کند. نیمی از اورانیوم 20% غنی شده را به میله سوخت برای نیروگاه تحقیقاتی تهران اختصاص دهد و غنای نیم دیگر را تا حدود 5% پایین آورد. در رویدادی دیگر و بر اساس یک نظرسنجی تازه که توسط شبکه آمریکایی فاکس نیوز در این کشور انجام شده، اکثریت بزرگی از رای دهندگان آمریکایی بر این عقیدند که در مسئله تسلیحات اتمی به جمهوری اسلامی نمیتوان اعتماد کرد.
نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که بیش از دو سوم مردم آمریکا عقیده دارند باراک اوباما رئیس جمهور این کشور به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. به گزارش شبکه خبری فاکس، 84% از رای دهندگان آمریکایی که در این نظرسنجی شرکت کردند میگویند در مسئله تسلیحات اتمی که سالها محل مناقشه بوده نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. نتایج این نظرسنجی زمانی منتشر شده که مذاکرات میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بر سر اجرای توافقنامه ژنو که هفته اول ماه جاری متوقف شده بود از سر گرفته شد. بر اساس توافقنامه ژنو که پس از ساعت‌ها گفتگو و چانه‌زنی میان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از یک سو و مذاکره کنندگان قدرت‌های غربی از سوی دیگر منعقد شد، ایران موافقت کرد که بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. قدرت‌های جهانی و در رأس آن ایالات متحده در مقابل تعهد کردند که بخشی از تحریم‌های ایران را ملغا کرده و در این مهلت 6 ماهه از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کنند. با این حال بر اساس نتیجه نظرسنجی فاکس نیوز 68% از مردم آمریکا عقیده دارند که باراک اوباما به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. این رقم در برابر تنها 5% از مردم آمریکا قرار می‌گیرد که معتقدند آقای اوباما زیاد از حد ایران را تحت فشار گذاشته است. همچنین 30% از رای دهندگان آمریکایی توافقنامه‌ای را که در ژنو بین طرفین مذاکره اتمی به سرانجام رسید تایید نمی‌کنند. در مقابل تنها 16% از آمریکایی‌ها با این توافقنامه مشکلی ندارند. در ادامه فیلترینگ گسترده جمهوری اسلامی، اپلیکیشن موبایلی ویچت را هم فیلتر کرد. رسانه‌های ایران نوشتند که این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است و تا 48 ساعت آینده پروسه فیلترینگ در همه ISP ها تکمیل خواهد شد. گفتنی است فیلترینگ وایبر هم در این جلسه مطرح شده اما رأی نیاورده است. شایان ذکر است که ویچت یک شبکه اجتماعی موبایل بنیان است که توسط یک شرکت چینی طراحی و ساخته شده و بیش از 300 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. ویچت در ایران نیز طرفداران زیادی دارد. پیشتر مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان با این ادعا که شبکه اجتماعی ویچت شبکه صهیونیستی است نسبت به گسترش انتشار پیام‌های شرم‌آور جنسی در این شبکه هشدار داده بود. رئیس بسیج زنان اندکی بعدتر نیز از مقام‌های مسئول خواسته بود در زمینه آسیب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی جدید مانند ویچت مردم و خانواده‌ها را آگاه کنند. وزیر علوم انتصاب‌های آقای توفیقی و میلی منفرد را قانونی دانست و گفت که منتقدان مجلس را مجاب خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فرجی دانا وزیر علوم در پاسخ به انتقادات گفته است آنچه بر اساس اختیارات و طی مراحل قانونی انجام شده است را نقض نخواهیم کرد. وی گفته است در حال رفع این سوء تفاهم‌ها با توجه به همکاری مشترک مجلس و دولت هستیم. آقای فرجی دانا در پاسخ به اینکه نمایندگان گفتند اگر شما همچنان از توفیقی و میلی منفرد حمایت کنید استیضاحتان می‌کنند، گفت مجلس را مجاب خواهم کرد. دیوان عدالت اداری ایران حکم توقف مصوبه جداسازی بخشهایی از استان هرمزگان را به دولت ابلاغ کرده است. دو درخواست مبنی بر توقف و ابطال کامل مصوبه هیئت دولت در آبان ماه از سوی یک حقوقدان به دیوان عدالت اداری داده شده بود. تصویب مصوبه جدایی بخشی از منطقه گاوبندی و شهرستان پارسیان در غرب هرمزگان و الحاق آن به استان فارس در شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت در ماه‌های گذشته به اعتراض عمومی در استان هرمزگان منجر شده بود. هدف از این مصوبه راه یافتن استان فارس و شهرستان لام به ساحل خلیج فارس اعلام شده بود. این برای نخستین بار است که یکی از احکام تقسیمات کشوری با حکم دادگاه نقض می شود. با کاهش دمای هوا در اکثر استان‌های کشور، متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به حدود 430 تا 432 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، از این رو همزمان با رشد مصرف گاز مشترکان خانگی و تجاری به دلیل ناپایداری شدید در سطح شبکه سراسری گاز در طول 48 ساعت گذشته، گاز برخی از شهرها و استانهای غرب کشور و به ویژه در استان آذربایجان غربی قطع و یا با افت فشار شدید همراه شده است.
شرکت ملی گاز علت این قطع جریان گاز را مشکلات فنی اعلام کرده است. علاوه بر این در طول هفته جاری به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است. اما جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است اگر کنگره تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران به تصویب برساند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. این هشدار کاخ سفید در حالی است که 26 سناتور آمریکایی علی‌رغم درخواست‌های مکرر مقام‌های دولتی آمریکا اعلام کردند طرح تازه‌ای را برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران آماده کردند. به گزارش خبرگزاری ها، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که دولت بارها به کنگره گفته است که مقطع کنونی وقت مناسبی برای تحریم های جدید نیست. اظهارات سخنگوی کاخ سفید در حالی است که روز پنجشنبه 26 سناتور آمریکایی طرحی را برای افزایش تحریم های ایران پیشنهاد دادند. مبتکران این طرح سناتور دموکرات رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا، سناتور دموکرات چاک شومر و سناتور جمهوری خواه مارک ریک هستند. این طرح در حالی پیشنهاد شده که کمیته بانکی آمریکا از به رأی گذاشتن طرح دیگری که برای تحریم‌های ایران در نظر گرفته شده بود خودداری کرد. سناتور منندز که به شدت از گفتگوهای هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و خواستار برچیده شدن برنامه اتمی ایران است، در بیانیه‌ای با اعلام تنظیم این طرح گفت تحریم‌های کنونی ایران را به میز مذاکره کشاند و یک تهدید جدی در مورد تحریم‌های ایران را ملزم به همکاری کرد. هنوز مشخص نشده که این سناتورها چه هنگام می‌خواهند این طرح را در صحن سنا به رأی بگذارند و به خاطر تعطیلات احتمالاً این رأی‌گیری در سال 2013 میسر نخواهد شد. در همین حال هری رید رهبر دموکرات‌ها در سنا تلویحاً گفت که وی با رأی گذاشتن این طرح در ماه ژانویه مخالف است. واشنگتن پست هم از قول یک مقام ارشد کاخ سفید نوشته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران احتمال وقوع جنگ را تقویت می‌کند. دولت باراک اوباما در هفته اخیر به دفعات از کنگره خواسته بود که از تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کند. احتمال تصویب طرح جدید توسط کنگره در حالی مطرح می‌شود که محمد رضا باهنر از نمایندگان برجسته محافظه‌کار مجلس گفته است ممکن است مجلس دولت را به رساندن غنی‌سازی اورانیوم به سطح 60% ملزم کند. غنی‌سازی اورانیوم یکی از مسائل کنونی مورد اختلاف بوده و مطابق توافق ژنو ایران اورانیوم غنی شده خود در سطح 20% را خنسا می‌کند و حجم اورانیوم غنی شده 5% را هم محدود نگاه می‌دارد. در همین حال ایران و کشورهای پنج به علاوه یک مذاکرات خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را در سطح کارشناسی از سر گرفتند. گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهان درباره این روند اجرایی پس از قرار گرفتن 19 شرکت جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا متوقف شده بود. یکی از دیپلمات‌های غربی به رویترز گفته است که به رغم توافق کلی در ژنو رسیدن به توافق با ایران بر سر روند اجرایی ممکن است بسیار دشوار باشد. دولت باراک اوباما در هفته‌های اخیر به دفعات از کنگره خواسته است که از تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کند. در ایران نیز برخی از محافظه‌کاران از محتوای توافق دستگاه دیپلماسی حسن روحانی با قدرت‌های جهانی ابراز نگرانی می‌کنند. در همین رابطه روز گذشته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با 6 نفر از مراجع تقلید شیعه دیدار و به آنها درباره مذاکرات هسته‌ای اطمینان خاطر داد. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم در این دیدار با انتقاد از غرب به آقای صالحی گفت غربی‌ها شیطان غریبی هستند و مباحثی که دنیای غرب درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌کند. واسه کیا رستمی، کارگردان ایرانی برنده نخل طلا در 54مین جشنواره فیلم کارتاگینا در کولومبیا نمایش خواهد یافت. بنا به این گزارش، جشنواره فیلم کارتاگینا که از 13 تا 19 مارس 2014 برگزار خواهد شد، علاوه بر نمایش مجموعه آثار عباس کیارستمی، میزبان کلاس کارگردانی این فیلمساز ایرانی نیز خواهد بود. همچنین کیارستمی قرار است از تاریخ 27 ژانویه تا 7 فوریه 2014، علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه سیراکیوس در آمریکا، در چند مراسم نمایش فیلم‌هایش در دانشگاه همراه با سخنران حضور داشته باشد. کیارستمی که در سال 1997 با فیلم طعم گیلاس موفق به کسب جایزه نخل طلای کن شد، در سال 2010 با فیلم کپی برابر اصل در جشنواره کن حضور یافت که جایزه بهترین بازیگر زن را برای جولیت بینوش به همراه آورد.
با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. از طرف خودم و تحریریه خبر شب و روز خوبی برایتان آرزو دارم. خدا نگهدار.